سوران، در سوریه وضعیت چگونه است و واکنش های منطقه‌ای به سقوط حکومت بشار اسد چه بوده؟ پیام، خب همونطور که خودت اشاره کردی، در سوریه رسما سقوط حکومت بشار اسد اعلام شده و مردم در شهرهای مختلف به خیابون‌ها اومدند و این رویداد رو جشن می‌گیرند. در حال حاضر توجه‌ها بر آینده سوریه و نوع حکومت این کشور متمرکز شده. محمد قاضی جلالی نخست وزیر سوریه برای همکاری با هر رهبری که مردم انتخاب کنند اعلام آمادگی کرده و خواهان برگزاری انتخابات در سوریه شده. گروه‌های مخالف هم اعلام کردند که نخست وزیر سوریه میتونه فعلا مدیریت اداره های دولتی رو در دست بگیره. طبق گزارش ها ابو محمد الجولانی رهبر هیئت تحریرالشام به دمشق رسیده. اداره عملیات نظامی در سوریه که ائتلافی است از گروه های مخالف بشار اسد از ساعت 4 بعد از ظهر تا 5 صبح منع رفت و آمد اعلام کرده. مسئله دیگه که باعث نگرانی خیلی ها به ویژه کردها در سوریه شده، حملات گروه های تحت حمایت ترکیه به مواضع کرد هاست. این گروه ها امروز یک شنبه اعلام کردند که پس از سقوط حکومت بشار اسد حمله به مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه در منبج را آغاز کردند. طبق گزارش ها در درگیری میان نیروهای مسلح تحت حمایت ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه دست کم 30 تن کشته شدند. گروه های اسلامگرایی تحت حمایت ترکیه ادعا کردند که کنترل شهر منبج رو در دست گرفتند. نیروهای دموکراتیک سوریه از سوی دیگه این ادعا رو رد می کنند و میگن که با حمله این گروه ها مقابله کردند. خیلی ها هشدار دادند که حمله گروه های وابسته به ترکیه به مواضع کردها میتونه در قدرتگیری دوباره داعش مؤثر باشه، چون تمرکز نیروهای دموکراتیک که سوریه رو از جنگ با داعش منحرف میکنه. به غیر از اون، در چند روز گذشته در بادیه سوریه که بقایای داعش هنوز حضور دارند، پس از فرار نیروهای حکومتی یک خلأ امنیتی ایجاد شده. مسئله دیگه در سوریه سرنوشت بشار اسد که گزارش‌های زد و نقیزی در مورد اون منتشر شده. تا الان تایید شده که او از سوریه گریخته، اما مشخص نیست به کجا رفته. برخی از رسانه‌ها گزارش دادن که او با کمک روسیه از دمشق فرار کرده و به احتمال زیاد به روسیه رفته. خبرگزاری رویترز با این حال گزارش داد که او به احتمال زیاد در سقوط هواپیما کشته شده. وزارت خارجه روسیه مدعی شده که بشار اسد پس از گفتگو با گروه‌های مخالف تصمیم گرفته به طور مسالمت آمیز از قدرت کنارگیری و سوریه را ترک کنه. طبق ادعای وزارت خارجه روسیه، بشار اسد برای انتقال مسالمت آمیز قدرت دستوراتی رو هم داده. فرماندهان ارشد حکومت بشار اسد هم برای مخالفان مهم هستند و طبق گزارش‌ها جستجو برای پیدا کردن اونها آغاز شده. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که ماهر اسد، برادر بشار اسد و فرمانده لشکر چهارم ارتش سوریه، قصد داره از طریق فرودگاه همیمم از سوریه فرار کنه. این فرودگاه تحت کنترل روسیه و در استان لازقی است. گفته میشه بشار اسد هم از راه این فرودگاه از سوریه فرار کرده. گروه اسلامگرا تاکنون به استان لازقی نرسیدند. بگو که واکنش‌ها در منطقه به سقوط بشار اسد چه بوده تا الان؟ خب سقوط حکومت بشار اسد در حال حاضر بحث داغ منطقه است. از اسرائیل شروع میکنم که به نظر میرسه به شدت نگران به قدرت رسیدن گروه های مذهبی تندرو در سوریه است. در ساعت های گذشته پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه دست کم 4 حمله اسرائیل در این کشور، در دمشق، در آب و قنیطره گزارش شده. یکی از این حملات علیه شبه نظامیان حزب الله بوده که داشتن از سوریه فرار میکردن و بقیه حملات علیه فرودگاه های اغلب نظامی بوده. طبق گزارش ها در بلندی های جولان اسرائیل وارد خاک سوریه هم شده و پیشروی های هم داشته. اسرائیل میگه که نیروهای نظامی رو در مرز سوریه مستقر کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه حکومت بشار اسد به دلیل حملات اسرائیل علیه حزب الله و جمهوری اسلامی سقوط کرده. صحبت های نتانیاهو رو با هم ببینیم. مشتر اسد خلیه مرکزیت بציر رشه شل ایران. سقوط بشار اسد یک مهره کلیدی در محور جمهوری اسلامی ایران، یک روز تاریخی است. سقوط اسد نتیجه مستقیم حملات ما علیه جمهوری اسلامی و حزب الله است. ما اجازه نخواهیم داد هیچ نیروی متخاصمی در مرزهای ما استقرار بیابد. ما تحولات سوریه را به دقت زیر نظر داریم و برای حفاظت از مرزها و تامین امنیت کشور هر اقدام لازمی را انجام می‌دهیم.
اما در ایران جمهوری اسلامی میگه ساختمان سفارت خودش رو که مورد هجوم قرار گرفته بود پیش از اون تخلیه کرده. حکومت ایران که در طول سالهای گذشته 10 میلیارد دلار از بودجه کشور رو صرف نفوذ خود در سوریه و بقای بشار اسد کرده، حالا پس از سقوط بشار اسد میگه تصمیم در مورد آینده سوریه با مردم این کشوره. این سخنان در حالی است که در یک دهه گذشته دست کم 500,000 نفر در سوریه به دلیل حمایت‌های جمهوری اسلامی و روسیه از بشار اسد کشته شدند. حکومت ایران حالا ابراز امیدواری کرده که روابط دو کشور همچنان ادامه پیدا کنه. شمار دیگری از کشورهای منطقه در مورد تحولات سوریه ابراز نگرانی کردند. عربستان گفته که سقوط حکومت بشار اسد به دلیل شکست اون در مشارکت در روند سیاسی و گفتگو با مخالفان بوده. ترکیه هم که از بسیاری از گروه‌های مسلح حمایت می‌کنه چنین موضعی رو داشته و برای حکومت یک جورهایی هم تعیین تکلیف کرده و گفته باید حکومت آینده این کشور فراگیر باشه. اردن اعلام کرده که انتخاب مردم سوریه حمایت میکنه. لبنان و عراق هم اعلام کردن که به منظور تأمین امنیت مرزشون با سوریه راهکارهای لازم رو اتخاذ کردن. در کل اگرچه حکومت بشار اسد در سوریه به پایان رسیده، اما به نظر میرسه که تحولات این کشور و تأثیرات اون بر منطقه تازه آغاز شده. ممنونم سوران خاطری از اتاق خبرسازی آمریکا.